سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. من مهراد هستم، از کانال یار بورس در خدمتتونم. دوستان تو این ویدیو قصد داریم دو تا ارز کاردانو رو شیبا رو تحلیل کنیم. چون امروز یکم دیر شد دیگه فرصت نمیکنم تو دو تا ویدیو جداگونه قرار بدم، دو تاشم توی همین ویدیو قراره تحلیل کنیم. بازم مثل همیشه میگم اگه دارین تو این حوزه فعالیت میکنین و میخواین هر روز از تحلیل ارزهای مورد نظرتون مطلع بشین، همین الان میتونین یه لحظه ویدیو رو بکشین بالا، زیرش یه دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن است، روی اون گزینه کلیک کنید، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه تحلیل ارز مورد نظرتون رو منتشر کردم ازش مطلع بشین و بتونین سریعا ویدیوشو ببینید. من چند ثانیه ویدیو رو نگه میدارم تا شما اگه هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید. خب دوستان، اگه سابسکرایب کردین ممنونم ازتون. بریم سراغ تحلیل ارز کاردانو و شیبا. ببینید این الان چارت ارز کاردانو هستش. توی ویدیو قبلی ما اومدیم گفتیم این محدوده خوبی واسه خریده، در صورتی که شما به فکر ورود پله‌ای باشین و حتما حد ضرر تعیین کنین واسه خودتون. حمایت هایی که واسه این ارز مشخص کرده بودیم همچنان روی 1.90 دلار و حتی پایین تر روی 1.80 دلار که 1.80 دلار از قیمت فعلی حدود 10% فاصله داره و همچنین قیمت 1.90 دلار حدود 4% فاصله داره. خب در حال حاضر کندلای قرمز قدرتمندتر از کندلای سبزم. ببینید یه کندل قرمز میاد پایین، پشت سرش 4 تا کندل سبز مجبور اونو جبران بکنه، بازم با یه کندل قرمز میاد پایین 3 تا کندل سبز رو میپوشونه. خب این نشون میده فروشنده در حال حاضر قدرتمندترن، ولی این کندل آخری که اینجا زده یه کندل حمایتی محسوب میشه و اگه این حد درست باشه ما اینجا یه الگوی کف دوقلو کوچیک میبینیم. ببینید یه بار ریزش داشته، اینجا حمایت شده، رفته بالا، برخورد کرده با لاین EMA مقاومت 2 دلار. ببینید اینجا 3 تا مقاومت داشته، هم لاین EMA بوده که وقتی از پایین به سمت این لاین میاد این لاین نقش مقاومتی رو ایفا میکنه، همین که یه مقاومت استاتیک روی 2 دلار داشته و هم لاین نیمه فیبوناچی که روی قیمت 2 دلار قرار گرفته. پس با این 3 تا مقاومت که توی یه نقطه هستم برخورد کرد و برگشت پایین. خب حالا من چرا توی ویدیو میام هر 3 تا مقاومت رو در حالی که روی یه قیمته بهتون میگم؟ ببینید توی بازار همه با یک روش معامله نمی کنن که، بعضیا با فیبوناچی کار میکنن، بعضیا با حمایت ها و مقاومت های استاتیک کار میکنن، بعضیا با داینامیکا کار میکنن و همینطور اندیکاتورا و غیره. خب وقتی توی یه نقطه ما 3 تا مقاومت داریم یعنی دلیلی که فروشنده ها دارن خیلی بیشتر از دلیل خریدشونه. به همین علته که من میام 3 تاشم میگم، وگرنه میتونستم خیلی راحت بیام بگم اینجا یه مقاومت داریم روی 2 دلار. خب این مقاومت دلیلش چی بوده شما باید بدونین. حالا با این صحبت ها کار نداریم، قیمت ارز از همین محدود دوباره اصلاح زده اومده تا همون منطقه قبلیش، از اینجا با این کندل داره حمایت میشه. ببینید در صورت که این کندل همچنان ادامه دار باشه اینجا الگوی کف دوقلوش رو تشکیل میده و تو این صعودش میتونه این مقاومت استاتیک و همچنین فیبوناچی که روی 2 دلار داشته رو بشکنه و بره بالا. ولی این بارم که بخواد این مقاومت رو بشکنه ما یه لاین نزولی داشتیم که قبلا یه بار شکسته شد، ولی باز هم با همین لاین نزولی برخورد میکنه. پس الان اگه بخواد بره بالا درست لاین EMA رو میشکنه، ولی در عوض این لاین نزولی جاشو پر میکنه، پس بازم میشه 3 تا مقاومت. حالا دلیل بر این نیستش که حتما با برخورد به این لاین یا همون مقاومت 2 دلار قیمت ارز میریزه پایین، ولی بازم میتونه واسهش مشکل ایجاد بکنه. تنها خوبی که کاردانو الان داره اینه که 2 تا حمایت معتبر داره و این 2 تا حمایت خیلی نزدیکشن. ببینید شاید واسه بعضیا 10% بالا باشه، ولی اگه خرید پله‌ای بخواین انجام بدین 10% ضرر خیلی زیادی نیستش. و اگه قیمت ارز ریزش کنه و شما پله دومتون رو روی 1.80 دلار اگه دیدین حمایت شد ورود بکنین، ضررتون میشه 1/3، یعنی 9% 10%
میشه منفی 3%. پس ضرر خیلی زیادی نمیبینین. باز از اون که یک کندل هم بزنه شما میرین توی سود. خلاصه ته کندلای بعد قیمت ارز میتونه بیاد بالا با برخورد به این مقاومت. اگه طبق الگوی کف دو قلوش پیش بره میتونه این مقاومت هم بشکنه و بیاد بالای این مقاومت و حداقل تا قیمت 2.09 دلار برسه. روی 2.09 دلار ما این مقاومت استاتیک داشتیم. اگه قیمت ارز بخواد صعود کنه احتمالاً اینجا هم یکم به مشکل بخوره. این کندل سبزی هم که الان میبینین اگه تا آخر همینطوری بمونه، حالا بیشتر بشه که بهتر، ولی اگه تا آخر همین اندازم بمونه کفایت میکنه واسه اینکه یک کندل حمایتی شناخته بشه. ولی بازم میگم خرید فقط پله‌ای به صلاح، تو این موقعیت فقط پله‌ای به صلاح، چون تو بحث پرایس اکشن اگه بخوایم بریم هر باری که با یه حمایتی برخورد میکنیم اون حمایت دیگه مثل تحلیل تکنیکال نیستش که بگیم این حمایت اعتبارش میره بالا، این یه دیواریه که دارین با پتک بهش ضربه میزنین و هر چقدر این کندلا با این حمایت 1.90 برخورد بکنن و تعداد دفعات برخورد بیشتر باشه دقیقا این منظور برداشت میشه که ارز زور بالا رفتن نداره و فقط داره روی این منطقه حمایت میشه. پس از موزه پرایس اکشنی قدرت این حمایت پایین تر میاد و امکان داره قیمت بریز پایین. پس به همین دلیل میگم خرید پله‌ای بهتره توی این وضعیت کاردانو. حمایت ها رو بهتون گفتم، روی 1.90 دلار و روی 1.80 دلار دو تا حمایت معتبر داریم. مقاومت ها رو گفتم، روی 2.02 دلار تقریبا این بار به مقاومت برخورد میکنیم اگه قیمت ارز بیاد بالا، در صورت که این مقاومت بشکنه تا قیمت 2.09 دلار راحت میتونیم بیایم بالا. روی 2.09 دلار یکم به مشکل میخوره، اگه 2.09 دلار هم بتونه بشکنه مقاومت بعدی روی 2.21 دلار هستش که اینم فقط یه مقاومت استاتیک شمرده میشه. خیلی خب دوستان، این بود از تحلیل ارز کاردانو. بریم سراغ تحلیل ارز شیبا. خب چارت ارز شیبا رو که باز میکنیم، ما توی تحلیل دیروزمون روی قیمت 5000 بودیم تقریبا. ببینید دقیقا همین جایی که کندل بسته شده بود اینجا بودیم، البته کندل به این اندازه نبود، این سایه رو ننداخته بود. ما گفتیم یه مقاومتی روی 5000 داریم. خب این مقاومت هم همونطوری که میبینید بهش واکنش نشون داد ارز و قیمتش برگشت پایین، حدود 10-12% قیمت برگشت پایین. تا کجا؟ تا همین حمایت استاتیکی که روی 4500 رسم کرده بودیم. اینجا ازش حمایت شد، قیمت یکم رفت بالا و به کدوم منطقه رسید؟ ببینید توی ویدیوهای قبلی ما گفته بودیم که یه حمایت داریم روی قیمت 5800 و این حمایت شکسته شد و قیمت ارز برگشت پایین. الان این منطقه حمایتی که روی لاین نیم فیبوناچی هم قرار گرفته 5800 داره به عنوان یه مقاومت عمل میکنه. حتی اگه دقت کنید جلوی همچین کندلی با قدرت زیادم گرفته. حالا فعلا چند ساعتی هستش که ارز با این مقاومت درگیره. این مقاومت 5800 هم بخوایم نادیدش بگیریم، ما لاین EMA رو اینجا داریم، اینم به عنوان یه مقاومت میتونه عمل بکنه. پس ما اینجا هم یه مقاومت استاتیکی داریم، ببینید اینجا قبلا ارز حمایت شده، یه مقاومت استاتیک رو تشکیل داده، هم لاین نیم فیبوناچی قرار داره و هم لاین EMA قرار داره. پس اینجا ما تقریبا میشه گفت 3 تا مقاومت جدا داریم که هر 3 تاش روی یه قیمت قرار گرفته. خب فعلا قیمت ارز با همین مقاومت درگیره، تقریبا یه کندل دوجی میزنه. حالا این کندل تازه یکم بدنش بزرگ شده ولی تقریبا یه کندل دوجیه. در کل اگه بخوام بگم، من خودم باشم شیبا رو تو این وضعیت نمیخرم. ببینید ارز خیلی خوبیه، خیلی میتونه سود بده، ولی اگه بخوایم این ارز رو تا مقاومتی که بعد از مقاومت فعلیش از حساب بکنیم، از قیمت فعلی تا این لاین نزولی که یه مقاومت سخته حدود 20% فاصله قیمتی داره. یعنی اگه ما بخریم این ارز بخواد بالا هم بره میاد با این لاین نزولی برخورد میکنه و 20% به ما سود میده.
ولی حمایتی که این ارز داره کجاست؟ حمایت که این ارز داره بخوایم بیایم یه حمایت معتبر واسش در نظر بگیریم حدود 25% پایین تره. پس حالا شما خودتون باید حساب کتاب کنین. ببینین وارد معامله ای میشین که درصد ضررش بیشتر از درصد سودشه. خب من به شخصه وارد همچین معامله ای نمیشم. ببینید با حرف من قرار نیست شما معامله بکنین و بخرین بفروشینا، ولی اگه این ارز بخواد سودم بده من باشم خودم ثبت میکنم قیمت ارز بیاد این لاین 61% فیبوناچی رو بشکونه، این مقاومت داینامیکی که سر راهش قرار داره رو بشونه و وقتی اومد روی این مقاومت پول بگذد من میتونم بهش ورود بکنم و حد ضررم و همین لاین 61% فیبوناچی روی 6500 قرار بدم، یا همین مقاومت داینامیکی که در صورت شکست شدن تبدیل به حمایت میشه حد ضررم رو اونجا قرار بدم. من در اون صورت به این ارز ورود میکنم، حتی اگه از اینجا بخواد یک کله بره بالا 1000% سود بده من اونجا ورود میکنم، نه اینکه اینجا بخوام ورود بکنم به امید 20% سود. البته اگه یکم لفتش بده این سودش هم کم میشه، این مقاومت داینامیک همینطوری قیمتش میاد پایین تر، شاید به 17% 16% هم برسه. خب پس من به معامله ای که در صورت نادیده گرفتن بقیه مقاومتاش سخت‌ترین مقاومتش حدود 20% بالاتر باشه و همون حمایت با همون اعتبار حدود 25% پایین تر باشه، خب من بهش ورود نمی کنم. یعنی اگه برین تحلیل آموزش های بزرگی های بازارم ببینید بهتون میگم تو معامله ای وارد بشین که 1:3، یعنی به زبون ساده بخوام بگم در صورت که حمایتش 1% پایینه مقاومتش 3% بالاتر باشه. بازم میگم خرید و فروش پای خودتونه، احتمال داره این ارز بیاد یکله بره بالا، یکله بیاد اصلا سقف قبلیش هم بزنه یه صفر هم ازش کم بشه، ولی به نظر من صبر کنین اینجا که این مقاومت رو میشکونه یه پولبک به این مقاومت میزنه، اینجا میتونین بخرین، حد ضررتونم حدود 2% 3% پایین تر روی 6500 قرار بدین. اگرم که قیمت ارز اومد پایین ما منتظر میشیم ببینیم روی 4500 تا 4200 ازش حمایتی میشه یا نه. اگه اینجا حمایت شد و کندله حمایتی ازش دیدیم میتونیم به این ارز ورود بکنیم، اونم به صورت پله‌ای. بازم میگم قبل از اینکه بخواین بخرین روی همین کندل در نظر بگیرین که همین الان هم ارز روی مقاومت قرار داره، هم لاین نیمه فیبوناچی هم لاین EMA هم یه مقاومت استاتیک اینجا قرار داره. این نکته رو مد نظر داشته باشین، دیگه صحبتی باقی نمیمونه. ممنون که تا اینجا با ما بودین. بازم میگم اگه دوست دارین هر روز تحلیل این ارزها کاردانو شیبا دوج کوین و بقیه ارزا رو ببینین لطف کنین همین الان یه لحظه ویدیو رو بکشین بالا زیرش دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن است روی اون گزینه کلیک کنید، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه تحلیل ارز مورد نظرتون رو منتشر میکنم شما ازش مطلع بشین و بتونین سریعا ویدیوشو ببینید. فعلا شب و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.